روی گزینه استارت ما کلیک میکنیم و منتظر میستیم که ببینیم که آیا این دستگاه ما مشکلی داره یا نداره. به این یک ایرادی که معمولا این ایراد رو ما بهش برخورد میکنیم که یک ترابل شوتینگ از کردن میتونیم انجام بدیم. ایراد این زیر نوشته شده. نوشته شده HAXM Acceleration Support is not installed on the host. ما بایستی این رو ترابل شوت بکنیم و از بین ببریم چون سویچمون باز نمیشه. برای گزینه ادیت کلیک میکنیم. پریفرنس رو فشار میدیم و اینجا گزینه ما داریم تحت عنوان کمو. در عنوان کمو دو تا قسمت هست که ما بایستی تیک قسمت پایین رو که require hard way acceleration هست بایستی این تیک رو برداریم و وقتی که این تیک رو برداریم میبینیم که دیگه سویچ ما به راحتی میتونه استارت بشه که شما در این قسمت دوباره میتونید ببینید که سبز شد. من نشون میدم رو استاپش میکنم از این قسمت. این الان رنگش قرمزه و اینجا کمک میکنه که به شما که این ترابل شوتینگ که انجام دادیم بتونید سویچ رو استارت کنیم و دیگه الان مشکل خاصی ما برای سویچ نداریم. پس بر روش کلیک راست میکنیم و گزینه کنسول رو به معنی که ما دسترسی پیدا کنیم به محیط کنسول برای برنامه‌ریزی و کانفیگریشن و یا در واقع پیکربندی به زبان فارسی برای این دیوایس انجام بدیم. خب ما بایستی چند لحظه صبر بکنیم چون اینجا یکی در واقع سیمولیشن میشه گفت واقعی هست از ایزوهایی که ایزوهای واقعی هستن و بایستی صبر کنیم تا سویچ لایه دوی ما بیاد بالا. ببینید روش های دیگه هم وجود داره برای اینکه ما بتونیم سویچ لایه دو درست بکنیم. به طور مثال شما میتونید یک روتر رو درست بکنید بعد اون شکلش رو عوض کنید و یه سری دوستان این کار کردن و من دیدم و بعد شکلش که عوض میکنید میشه مثلا سویچ، ولی خب شما نمیتونید ویلن درش بسازید. به طور مثال این یک سری دستورات و کامنت هایی که شما بایستی در سویچ بهش دسترسی داشته باشید که کامند ویلن بسیار مهم هست و شما نمیتونید به طور مثال بنویسید ویلن 10 فور اگزمپل، مثلا بنویسید مثلا من میخوام ویلن 10 درست کنم یا ویلن 20 درست بکنم و این کار شما رو دوچار مشکل میکنه و اون سویچ شما سویچ واقعی نخواهد بود و در واقع روتری هست که فقط شما یک شکل سویچ بهش دادی و برای کارهای خیلی سطح پایین خوبه، ولی خب همه ما میدونیم که خیلی ما سر و کار داریم با دستوراتی مثل ویلن ها و اینی که بتونیم اونها رو ترانک بکنیم و کارهای از این مدل رو انجام بدیم، اسپنینگ تری بسازیم و در واقع اسپنینگ تری رو مدیریت بکنیم. حالا به طور خودکار خودی ساخته میشه طبق اون در واقع ماژول هایی که در خود سیسکو وجود داره و فقط ما بایستی اون رو مدیریتش بکنیم، ولی خب خیلی از این کامنت ها اینجا وجود ندارن. پس اون روش در واقع به نظرم نمیشه بگه منسوخ شده، اصلا روش جالبی نیست و این بهترین روشی است که وجود داره برای اینکه ما بتونیم به سویچ لایه دو دسترسی پیدا بکنیم که ما بایستی منتظر بیستیم و من بر روی اینتر کلیک کردم وقتی این گزینه وریفیکیشن دیدم و الان سویچم اومده بالا و من تستش میکنم برای شما چند تا دستوراتی میذارم که شما هم ببینید. ما با انیبل آغاز میکنیم، وارد این محیط میشیم و بعدش هم وارد محیط گلوبال کانفیگ میشیم و اینجا من میخوام تست کنم ببینم آیا میتونه برای من به طور مثال ویلن مثلا 30 رو درست بکنه و این کار رو انجام میده و میام بیرون ازش و به طور مثال میخوام وارد اینترفیس مثلا ویلن مثلا 30 بشم و ببینم که آیا IP آدرس میگیره. بله IP آدرس هم دستورش رو وجود داره و میگیره. اگزیت میزنم، یه دستور دیگر امتحان میکنم به طور مثال ببینیم که آیا اسپنینگ تری رو فعال داره. بله برای اسپنینگ تری چه چیزایی رو اینجا مثلا داره ما میتونیم به طور مثال پورت فست مثلا براش فعال کنیم و چیزای از این دست، یا میتونیم وی تی پی ببینیم که آیا ساپورت میکنه. بله به طور مثال ما میتونیم بزنیم وی تی پی مود، خب مود کلاینت آف سرور و تمام این مودهایی که وجود داره و میبینیم که این رو هم فعال میکنه و همینطور میتونیم ببینیم چه ورژن هایی از VTP رو ساپورت میکنه که وقتی که ورژن 3 رو ساپورت کنه یعنی که بسیار بسیار عالی هستش، چون ورژن 3 برای کارهای جدید داره استفاده میشه و ببینید که
البته بنا به دلایلی چون ما دومین تعریف نکردیم قادر نیستیم، به خاطر اینکه شما نام دومین رو اینجا کانفیگور نکردی قادر نیستیم وی تی پی رو فعال کنیم. پس ببینید این کامل کامل و فعال شده هستش و این رو من خواستم خدمت شما ارائه کنم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و استفاده برده باشین و اگر لذت برید حتما لایک کنید و منو سابسکرایب کنید که آروم آروم بتونم ویدیوهای بیشتری رو برای شما آموزش بگذارم. درود بر شما، روزتون خوش.